در خدمت هادی راد عزیز و لاله بازرگان هستیم. هادی جان، شما 6 نفر از اعضای خانوادتون در دهه 60 اعدام شدن، میشه لطفاً در این باره بیشتر توضیح بدین؟ دهه 60 در واقع دهه میشه گفت قتل عمومی همه مخالفین بود و الان هم خب ادامه داره. مهدی سال 18 مرداد 60 در ساری سن 28 سالگی اعدام میشه. فرشته در 24 سالگی با فرزند در واقع حامله بود، باردار بود، توسط سپاه در سمنان ترور میشه و خودش و فرزند به دنیا نیامدهش از بین میرن و متاسفانه هنوز ما از قبر و به اصطلاح هیچ یاد بودی دیگه ازش نداریم، دقیقا نمیدونیم کجا دفن شده. حوریه هم سال 67 از دست میدیم توسط همین رژیم. بعد از اون هم پسر عمه من جلال خیری در سن 17 سالگی و محسن برزگر در سن 18 سالگی پسر خالم اینها رو رژیم اعدام میکنه. خب متاسفانه تعداد زیادی از اعضای خانواده شما و عزیزان شما اعدام شدن در دهه 60. شما الان در نمایشگاهی هستید که 4 دهه جنایت جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته. یادگاری های زیادی از این عزیزان اینجا وجود داره که برخیش به تازگی از ایران اومده. فکر میکنید چرا همچین نمایشگاهی مهمه و باید این یادگاری ها حفظ بشه و به نمایش عمومی گذاشته بشه؟ به نظرم تمام به عنوان به اصطلاح بهشون لقب شهید بدیم، این صداشون یه جایی باید به اصطلاح انعکاس پیدا میکرد. من به نظرم این نمایشگاه یا به اصطلاح اگزیبیشنی که اینجا هست تصویر درستی از این بچه ها میده و امید میده که به هر حال وقتی زمانی دادگاهی به طور مستقل به وجود خواهد اومد و تمام اونهایی که عاملین و قاتلین این فرزندان ما بودن به عدالت سپرده میشن و دنبال این هستیم که در واقع ما این قوه قضاییه مستقل رو هم بتونیم به این صورت به اصطلاح چیز کنیم. ببخشید از تلفنم متاسفانه. بله اتفاقا و این به نظر من این زحمتی که همه بازمانده ها و دادخواه ها اینجا کشیدن و استقبال خیلی خوبی هم شده یه پیام دیگه هم داره، صرف نظر از این که وابسته به چه گروه، چه جریان، چه قوم، چه برنامه‌ای باشن، همه با هم جمع شدن و یک اتحادی هم بین خود هموطنان به وجود آورده و به نظر میرسه که این پیام حتی بهتر از به اصطلاح پیام های دیگه خود این اگزیبیشن و به اصطلاح این اگزیبیشن یا نمایشگاهی که داریم هستش و واقعا زحمت کشیدم با توجه به اینکه خیلی از این به اصطلاح وسایلی که آورده شد با چه زحمتی از طریق از ایران آورده شد و خیلی مشکل بود آوردن اینها و خود نظم اینها، درست کردن امکاناتی که خب به هر حال خیلی خیلی سریع ظرف 2 روز یا کمتر با تمام تلاشی که همه دادخواهان و هواداران اینجا گذاشتن تونستن به اصطلاح این برنامه رو جلو ببرن. واقعا دست همه هم در نهاد. لاله جان، شما و خانواده شما سال هاست که در زمینه دادخواهی تلاش میکنن و خود شما مشخصا در 2.5 سال گذشته به واسطه دادگاه نوری هم یکی از شاکیان بودید و هم بسیار تلاش کردید. فکر میکنید که ما در حتی دادگاه هم دیدیم که این یادبودهای این عزیزان چقدر مهمه و چقدر میتونه نقش مهمی در محاکمه عاملین و عامران داشته باشه؟ شما از اهمیت این نمایشگاه و این یادگاری های این عزیزان که به جا مونده برامون بگید. دلم میخواد که صحبتم رو به نام زن زندگی آزادی شروع کنم و به یاد جواد روحی و همه جان باختگان راه آزادی، در واقع مبارزه ما علیه فراموشی هستش.
و تمام این تلاش های ما اینه که نشون بدیم که ما ایستاده ایم تا پایان و نمیذاریم که این بچه ها فراموش بشن. این بچه ها واقعا فقط عکس توی یه قاب نیستن، اینا عزیزان ما هستن، اینا یه خانواده هست، یک در واقع یک ملت که عزاداره. و من امروز داشتم صحبت میکردم با غنیمت، اتفاقا میگفتم که واقعا قلب یعنی یک ملت الان زخم خورده، زخم چهل واقعا چهار دهه جنایت رژیم، بیش از چهار دهه. و ما در دادخواهان خاوران هم به این نتیجه رسیدیم که باید یک زنجیره دادخواهی تشکیل بدیم و از تمام در واقع خانواده های از فردای انقلاب آسیب دیدن، زخم خوردن، در یک زنجیره گرده هم بیایم و مبارزه کنیم علیه فراموشی و برای دادخواهی، که یکی از دستاوردهای بزرگ واقعا این دادخواهی در واقع دادگاه حمید نوری هستش که با تلاش‌های بی‌نظیر آقای ایرج مستاقی انجام شد و بسیار به نظر من بسیار اثرگذار بود و برای من واقعا امید ایجاد کرد. یعنی ما شعاری داشتیم 14 مقاومت و امید، ما امیدمون رو از دست نمیدیم، ما امید داریم به عدالت و بالاخره حقیقت آشکار خواهد شد. خب شما الان میبینید که خانواده های دادخواه لاله جان از 14 دوره هم گرد اومدن، این اتحاد خانواده های دادخواه چرا مهمه؟ مخصوصا که خانواده های دهه 60 در دادخواهی در دوران خودشون سختی های زیادی رو متحمل کردن تا این چراغ رو روشن نگه دارن و اون موقع این حمایت عمومی هم به مراتب کمتر بود از این خانواده ها. بله دیگه، یکی از تلاش های ما بعد از این که میخواییم حقیقت آشکار بشه این که رنج ما پذیرفته بشه و این اتحادی که ما واقعا انگار که ما همدیگر رو تسلا میدیم. خیلی واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم. ما بچه های 1401 اومدن، خانواده دختر خانم مینو مجیدی اومدن اینجا از آخرین کشته شدگان رژیم و تمام یعنی و از خانواده ما که دهه در واقع 67 هستیم و مثلا فرح مدائن که دهه 60 هستش و واقعا خب هممون دوره هم جمع شدیم و این یک پیروزی بزرگه. ما نشون میدیم که ما در کنار هم ایستاده این تا پایان، یعنی این یک شعار نیست. من احساس میکنم و دارم میخواد یاد کنم از خانواده های من، همش امروز به یاد خانواده های دادخواهی هستم که الان در زندان هستن در ایران، در همین چند روزه اخیر بهشون به طرز وحشیانه حمله شده و من احساس میکنم که اونا چشمشون به ماست. ما این تلاش رو کردیم در واقع که نشون بدیم که ما ایستاده ایم و واقعا واقعا ازشون متشکریم، که از خانواده مهسا امینی، از همه این خانواده هایی که تلاش کردن در همین 1401 و نذاشتن علیه فراموشی مبارزه کردن. خیلی کارشون ارزش داره، واقعا ممنونیم ازشون. من سوال آخر رو میخوام از هر دوی شما عزیزان بپرسم، خود شما اول جواب بدید. لاله جان، ما الان در آستانه اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هستیم، این نمایشگاه هم تقریبا همزمان با همین سالگرد شروع شده. شما فکر میکنید که چرا این اعتراضات سال گذشته و این اولین سالگردش اهمیت داره، مخصوصا که یک چنین نمایشگاهی داره سعی میکنه این جنایات رو از عدد و رقم خارج بکنه و اونها رو در اون قالب انسانی که بودن به نمایش بگذاره، اون آدمایی که کشته شدن؟ دقیقا ما در واقع این تلاشیه که گفتیم که اینها فقط یک در واقع از برادر من نشون یک چیزی که امروز توی دادگاه بود گردنبندیه که در زندان درست کرده. ما می‌خوایم نشون بدیم که اینها عزیزان ما هستن که از دست رفتن و ما علیه فراموشی در واقع داریم تلاش می‌کنیم و نشون میدیم که ما وقتی میگیم ما ایستاده ایم تا پایان، یعنی این مبارزه ادامه داره، ما از پای نمی‌نشینیم و هر چقدر سرکوب بیشتر بشه تلاش‌های ما بیشتر میشه و امیدمون بیشتر میشه. بالاخره اینا رفتنی هستن 100%. آخر شب واقعا سحر است 100%. شما بفرمایید. همینجور که اشاره شد، در واقع این نمایشگاه به نظر من مثل بقیه تظاهرات، منتها در یک قالب و شکل بسیار عمیق و کیفی و با نشون دادن آثار شهدا
و اینکه این انقلاب مهسا استمرارش از لحظه که شهید شد و تظاهراتی که شد و تظاهراتی که در خارج از کشور شده و ادامه اونها، به نظر من این یک نقطه عطفیه این نمایشگاه، که همه اون شهدای آبان، شهدای سال 60، سال 67، جریان انقلاب مهسا، همه اینها رو ما گرد آوردیم، کانسنتریت کردیم، متمرکز کردیم در یک جا و تونستیم این آگاهی رو به همه برسونیم و این استمرار انقلاب مهسا رو به همه نوید بدیم و مطمئنیم که همونطوری که گفت شد مطمئنن انقلاب پیروز خواهد شد. متشکرم از شما لاله بازرگان و هادی راد.